به نام خداوند توانا. عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFG News یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. بینندگان عزیز، شما را به یکی دیگری از برنامه های معلوماتی چینل یوتیوب خودتان یعنی AFG News خوش آمدید میگویم. آرزو میکنم موضوع انتخاب شده برنامه امروزی ما همچنان مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار بگیرد. قبل از اینکه بپردازیم به موضوع اصلی برنامه خود، از شما دعوت میکنم چینل یوتیوب خودتان AFG News را سابسکرایب نمایید و در ادامه با ما باشید. موضوع برنامه امروزی من شما هست زندگی جلال الدین حقانی، رهبر و بنیانگذار این شبکه در افغانستان. جلال الدین حقانی جنگ سالار افغان و از فرماندهان طالبان بود که رهبری شبکه حقانی را بر عهده داشت. از حقانی به عنوان دومین شخصیت مهم طالبان پس از ملا محمد عمر یاد می شود. گفته می شود مبتکر تاکتیک بمب‌گذاری های انتحاری در افغانستان بوده است. پایگاه شبکه حقانی تحت رهبری او در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان است. شبکه حقانی شامل گروهی از پیکارجویان اسلامگرای مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان می شود که با ارتش افغانستان، ارتش پاکستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می جنگند و ارتباط نزدیکی با القاعده دارند. حقانی در حدود سال 1939 میلادی در ولایت پکتیا در خانواده ای از قبیله غلزایی قوم پشتون به دنیا آمد. در دوران حکومت داوود خان به پاکستان رفت و با آغاز قیام مجاهدین افغان علیه حکومت افغانستان تحت امر مولوی یونس خالص درآمد و به عنوان یکی از فرماندهان حزب اسلامی افغانستان شاخه خالص در جنگ با شوروی شرکت کرد. حقانی زمان جهاد در مقابل شوروی با سرویس های اطلاعاتی پاکستان، عربستان و آمریکا در ارتباط بود. از نظر آنها حقانی یکی از جنگجوی بسیار شجاع، کارآمد و سرسخت بود و در نتیجه سهم قابل توجهی از کمک های آنها به مجاهدین شامل میلیون ها دلار کمک نقدی و تجهیزات نظامی به او رسید. حقانی رابطه نزدیک نیز با مجاهدین عرب داشت و حامی آنها در افغانستان بود. وی در همین دوران با اسامه بن لادن آشنا شد و ارتباط نزدیکی با او پیدا کرد. وقتی که القاعده در تابستان 1988 تأسیس شد، نخستین پایگاه های آن در منطقه تحت کنترل حقانی و با نظارت شخصی او احداث شد. نخستین شهری که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در دولت نجیب الله به تصرف مجاهدین درآمد، شهر خوست بود که حقانی در سال 1370 آن را با کمک گسترده پاکستانی ها فتح کرد. با به قدرت رسیدن طالبان او نیز جذب آنها شد و در دوران حکومت طالبان نیز به عنوان وزیر روابط قبایلی و وزیر کشور در دولت اسلامی افغانستان انجام وظیفه می کرد. هرچند جزء هسته اصلی رهبر طالبان محسوب نمی شد، به همین جهت سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و CIA پس از حادثه 11 سپتامبر تلاش ناموفقی کردند تا او را از طالبان جدا کنند. وی در دوران پس از سقوط طالبان به جنگ با متحدان سابق خود یعنی پاکستانی ها و آمریکایی ها روی آورده است. حقانی منطقه وزیرستان شمالی را پایگاه اصلی خود ساخته و از مهمترین طراحان حملات طالبان علیه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان محسوب می شد. حقانی دارای دو همسر افغان و عرب بود. گفته می شود همسر عرب او در امارات زندگی می کند. سراج الدین حقانی پسرش نیز در کنار وی در جنگ علیه دولت افغانستان فعال است.
و گفته می شود از رهبران اصلی طالبان پاکستان در نبردهایش با ارتش پاکستان است. جلال الدین حقانی دو روز پس از تایید خبر مرگ محمد عمر در سال 2014 شبکه بی بی سی از قول یک منبع موثق اعلام کرد که جلال الدین حقانی بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی حدوداً یک سال پیش به دلیل بیماری درگذشته. و در یکی از ولایت‌های افغانستان که محل مشخص آن افشا نشد به خاک سپرده شده است. این بود برنامه معلوماتی امروز من از چینل یوتیوب AFG News. آرزو میکنم مورد توجه شما بینندگان و شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. تا برنامه معلوماتی دیگر شما را به الله یکتا امانت میکنم. شاد و خرم و سرفراز باشید. خداوند نگهدارتان.